علی سلام. درود بر شما. درود بر شما کسی شد دوست عزیزی. درود بر شما فرسامی عزیزی خواهرم. اصلا باورم نمیشه که دارم باهاتون صحبت میکنم. جانم این سعادت و افتخاریه برای ما خواهرم. میدونید من چندین سواله که دوست دارم با شما صحبت کنم ولی اصلا موقعیت پیش نیومده که با دوستان صحبت کنم. عزیزان خواهش هم باعث خوشحالی ماست. بفرمایید خواهرم. من فهنوزم. بله. بسازه که بسید برنامه شما ایماندار شدم. خدا رو شد برنامه شما رو همینجوری نگاه میکردم. اتفادای شما دعاهای شما رو دل من نشد. خدا رو شد برای مسید. توسط برنامه شما ایماندار شدم. من معلم قرآن بودم. واو. اصلا تحولی توی من به وجود اومد. تحولی که منو زیر و رو کرد. هللویا. البته بین فامیل همه سرزنش میکنن. یه چیزایی مثلا شنیدن و نشنیدن سرزنش میکنن. بله. سری بلاها سرم اومد. پارسال 90 شدم. نوام به دنیا اومد. همون روز از دنیا رفت. آه متاسفم. یه من یه پسر بیشتر ندارم. یه بارم تو تلگرام واسهتون فرستاده بودم. اسمش بله. دانیاله. آه بله. بعد به من میگفتن تو این حرفا رو میزنی به خاطر اینه مثلا این بلاها سرت. جان. یه ذره خودم رو سرزنش میکردم ولی اصلا از ایمانم کم نشد. هللویا. خدا رو شکر برای بوزید. هللویا. کشیش رسول من پسر دخترم بیکاره. پسرم بیکاره. خانومش پارسال که بچه دار شد الان امسال بازم بارداره. بچه اولشه. بله. جانم ازتون میخوام برای کارشون دعا کنید. خیلی درگیرم. 30 سال زندگی میکنم مستجرم. خواستم براشون دعا کنید. برای کارشون برای عروسم سحر دعا کنید که این دفعه بچه رو صحیح و سالم به دنیا بیاره. خودش هم سالم باشه. سالم دوستشون با هم سالم باشن با فیض مسیح که چنین خواهد شد. آمین. مهنا جان میتونی اسامیشون هم بگی لطفا؟ بله عزیز. اسم پسرم دانیاله. بله. اسم عروسم سفره. بله. من تو خونه که زیاد دعا و مراقبه هستم همش به نام مسیح دعا میکنم. اصلا معجزه های اتفاق میفته تو زندگی. آمین. شوهرم هم که گرایش پیدا کرده. خدایش ببینم همسرتون اونجا هست. همسرت اونجاست مهناز جان الان؟ بله. میتونم باهاش صحبت کنم. اسمش چیه؟ خواستم بهتون بگم یه نفر برای من توی همین ایران البته اونم ایماندار یه فردی معمولی بود ایران ایماندار بود واسه من دعای نجات رو خوند. خدا رو شد. ولی شما واسه من هنوز نخوندید. آخ نه اشکال نداره. همسرم براش دعا خونده نشده. به من قطعی نمیشه که دست به دست من میده دعا میکنه ولی انجیل رو خونده حتی از اول تا آخر انجیل رو نشست میشه سبات و ساعت 4 صبح انجیل رو میخونه. هللویا. میتونم باش صحبت کنم؟ اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ لطفا بگید. کشیش رسول بعدا من خودم دوباره باهاتون صحبت کنم. بله بله اصلا میخوام اونجا باشید هر دوتون. تلفنتون روی آیفون باشه لطفا. روی اسپیکر باشه میخوام با هر دوتون صحبت کنم. باشه چشم. الو اسمشون چی بود همسرشون؟ نه الو اسم همسرتون چیه؟ فرمودید؟ الو سلام و درود بر شما. درود بر شما برادر عزیزم. خوبید شما؟ سلامت باشید. عزیز نباشید. مرسی پاینده باشید. من میتونم اسمی از شما داشته باشم؟ امیر هستم. امیر عزیزم. امیر جان وقتی که خواهرم مهناز جان درباره شما صحبت میکنه حقیقتا روح القدس با قلبم صحبت کرد. آمین. مهناز جان فکر کنه شما قلبت مسیح ندیدی. شما قلبت مسیح دادی. آمین. شما مال مسیح هستی. آمین. و من ایمان دارم که در این اتحاد بین شما خدا معجزه بزرگی میکنه. آمین. و اگر متقاعد به این شدی که عیسی مسیح به عنوان خدای جسم پوشیده بر روی زمین اومده و اون اونقدر عاشق ما هست و پر از محبت هستش قلبتو به مسیح بده حتی اعلام بکن و اجازه بده این برکت توی زندگیتون گسترش پیدا کنه. آمین. چون خیلی مهم هست. من تقریبا میشه گفتش که نزدیک 2 ماه زودتر از همسرم ایمان آوردم و زمانی که همسر من به مسیح ایمان آورد من معجزات بزرگی رو توی خونه دیدم. آمین. توی زندگیم دیدم
و زمان وقتی کلام خداوند رو یافتم که میگه هرگاه دو نفر با هم متحد میشن هر چی اونها بخوان خدا بهشون خواهد. آمین. شما رو من در روح دیدم که قلبت به مسیح نزدیکه، شما مال او هستی، اونم مال شما هستش. اگر سوالی مطلبی هست خوشحال میشم ازت بشنوم امیر جان، و اگر قلبت گواهی میده بذار برای دعای نجات رو بخونم. آمین. دست به دست همسرت، گذشته رو رها کن، هر چی هم در دست جونم بفهم. من آگاهانه من انجیل رو خوندم، برابر تو کامل خوندم و بسیش به محبت خیلی مسئله کشت به گذن. تو حال مقایسه کردم بودم صحبت راجع به دوستی باشه، بخشش باشه، بله، تا اینکه انتقام رو نمیدونم. برابر برابر بیشتر محب حالا هستم، کنار همسرم هستم. برابر دعا میکنم باز. برابر بیشتر موقع با هم دعا میکنیم. برابر 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 میخوام هنگز آقامانه بکنه. بله بسیار کار خوبی میکنی، بسیار کار خوبی میکنی، بسیار کار خوبی میکنی، آگاهانه میخوام قبول کنم. امیر جان بذار فقط یه میخوام تجربه خودم رو بگم برات. امیر جان خداوند دختر منو توی کلیسا شفا داد، من خواب دیدم، حتی دخترم کلیسا نبرده بودم، شفا گرفت. من مسیح رو ملاقات کردم ولی با قرآن وارد کلیسا می شدم، با کشیش های اونجا بحث می کردم و همیشه دنبال این بودم که باز بتونم با دلایل منطقی تر من به مسیح ایمان بیاورم، ولی این برای من مکشوف نشد. تا اینکه یک شب از خدا خواستم خدایا این حقیقتی که تو به من نشون دادی به عنوان مسیح قابل درک نیست برای من، اون به عنوان پسر خداست و این کفر از نظر من، چرا که توی نماز ما میگفتیم قل ولا احد الله صمد و و و، چگونه شد اینجا شریک داره، این قصه چی میشه؟ باور بفرمایید امیر جان، وقتی که حقیقت خدا رو خواستم خدا به توسط روح القدس این حقیقت رو برای من مکشوف کرد و من یک شب به مسیح ایمان آوردم. وقتی ایمان آوردم دیدم من از قبل ایمان داشتم اما گویا یک جنگی بود، ولی زمانی که قلبم رو به مسیح دادم زندگی من عوض شد. ما در طول روز میدونید چقدر قلبمون رو میدیم به چیزایی که نمیشناسیم؟ مثلا یه تبلیغی میشه تو تلویزیون ما میگیم ای این چقدر چیز خوبیه، یا یه خبری رو شما میشنوی روی اینستاگرام یه چیزی رو میبینی میگی ای مگه میشه، یعنی قبول کردی، یعنی قلبتو بهش دادی، لذا حقیقت نداره. اما عیسی مسیح در طول 2000 سال داره ثابت میکنه، نه تنها انجیل، من انجیل پنجم هستم، همسر شما انجیل پنجم هست، سمی انجیل پنجم هست، ما 4 تا انجیل داریم در عهد جدید، ما انجیل پنجم هستیم، ما خودمون دیدیم و چشیدیم. امین جان. آمین. اگر امروز شما از نظر منطقی میل به این داری که عیسی مسیح برات ثابت بشه این درسته، چون ما این گناه آفریده شدیم، اما این رو بدون که آنچه که امروز قلب تو رو حتی نسبت به ایمانت به مسیح در جستجو و تحقیق قرار داده همین معجزه مسیحه، این آمین. حقیقت خداست. آمین. این ایمان شما هست، برای همین عرض میکنم اگر فکر میکنیم ما زمانی باید ایمان بیاریم که تمام سوالات ما جواب داده باشه، باور کن خود منم خیلی سوال دارم، میدونم تو آسمان باید دارم جوابشو بگیرم. من سوالم رو اینگونه جواب گرفتم که عیسی مسیح خدای جسم پوشیده بود که بر روی زمین آمد و به خاطر گناهان ما این بار شریعت سخت و چقدر ما، چرا این مردم توی عاشورا تاسوعا اینقدر تو سر و سینه خودشون میزنن؟ خدا رو دوست دارن واقعا، واقعا خدا دوست دارن، عاشق خداست که قمه میزنه، اما خدا رو نمیشناسه، نمیدونه که خدا ماورای اونو دوست داره، اون عشق رو لمس نکرده. اما کسی که مسیح ایمان میاره روح القدس این عشق خدا رو به اون نشون میده، و اگر شما قلبتو به مسیح بدی اینو بدون چیزی رو از دست نمیدی، چون من و شما هر روز قلبمون رو داریم به چیزای الکی میدیم، و چقدر بیشتر به مسیح بده. به مسیح بده، به کنار همسرت باش، هرگز عیسی مسیح به تو نمیگه چون تو به من ایمان آوردی
حالا بر فرض مثال هنوز شک داری، من تو رو رها میکنم. خیر، اتفاقا از اون به بعد خداوند جواب سوالات تو رو خواهد داد. آمین. نمیخوام این کار جبری باشه، اما اگه قلبت گواهی میده، قلبت رو مسیح بده. تو مال مسیح هستی امیر جان. امروز وقتیه که تو قلبت رو مسیح بده، دست به دست همسرت اجازه بده زندگیت پر از برکت بشه. آمین. این چیزی نیستش که شما بهاشو بدی. بهاشو 2000 سال پیش مسیح داد عزیزم. آمین. من یک مسلمانزاده متعصب اسلامی و یک مبارز اسلامی بودم که به خاطرش تیر خوردم از طرف جمهوری اسلامی، به خاطر اسلام. پدر من نیز مبارز اسلامی بود. من بچه قوم هستم، من میدونم واقعا حقیقتا چشیدم محبت مسیح رو. برای همین هست که ما میگیم ما مذهبی نیستیم، ما لا مذهب هستیم. سرورمونم لا مذهب بود. امروز رابطه است، عشق، عشق تو با همسرت، عشق تو با خودت، عشق تو با همسایت، عشق تو با خلق خدا، عشق تو با خدا. تو آزاد خواهی شد از مذهب، آزاد خواهی شد. اگر آماده هستید برات دعای نجات رو میخونم که با همسرت همون عهد و پیمانی که سالها پیش بستی، امروز عهد سگانه با خدا رو ببندید. بذار خدا ریسمان زندگی شما باشه، هرگز گسسته نشه. آیا حاضر هستید؟ بازم میل به خودت. خواهش من. پس عزیزی، پس لحظه دستای همسرتو بگیر. آمین. هللویا. دستای همسرتو بگی برادرم و همچنین خواهر عزیزم، آنچه را که من میگم شما با بله و آمین اعلام کنید. توی دلتون بگید و بعد چون ما وقت نداریم نمیتونیم زمان رو از دست بدیم، شما در دلتون بگید، فقط جواب منو بدید با آمین و بله. لحظه دستای همدیگه رو بگید. از دیگر هموطنان عزیزم میخوام دست همسرتو بگیر. هموطنم، بذار برکت وارد زندگیت بشه. آمین. بذار روح خدا بیاد. آمین. کلام خدا وعده داده که ایرانی ها رو خدا میخواد نجات بده. آمین. دست همسرتو بگیر هموطن عزیزم و برکت رو به جای هر دروغ، هر اشتباه، هر گناه بذار خونتش تقدیس بشه. آمین. و شسته بشه. از این به بعد خدای زنده در زندگی تو باشه و خودت زنگ میزنی اعلام میکنی هموطنم که چگونه خدا تو رو برکت داده. هاللویا، هاللویا. خدای قدوس، پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت. تو رو شکر میکنم که ای خدا آسمان تو به روی ایران باز شده و روح مقدس تو داره قلب ها رو لمس میکنه. تو رو شکر میکنم برای خواهر عزیزم هناز. تو رو شکر میکنم برای قلب خوبش، برای ایمانش، برای امیر عزیزم. تو رو شکر میکنم ای خدا برای دل خوبش، ای خدا برای راستی و صداقتی که در دل او هست و تو اون رو دیدی. اینک در نام عیسی مسیح از تو میخوام روح پر جلال تو افکار و دل و احساسات عزیزان رو بشوره، از آنچه که به گذشته آنان و تلخی ها و تجربیات به خداوند وابسته بوده. و از تو میخوام مطابق آنچه که کلام تو اعلام میکنه که تو یگانه پسر روحانی خود را بر روی زمین فرستادی و روح تو بود که بر مریم قرار گرفت ای خدا، و مریم ای خدا بر او جسمی قرار داد فقط در رحمش بله پدرجان، و او بهره گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد. هللویا. آیا خواهرم و آیا برادرم امیر جان، آنچه را که اعلام کردم ایمان دارید؟ آمین. آمین. بله. و آیا حاضر هستید نسبت به گناهان گذشته، چه دانسته و ندانسته، توبه کرده و از این به بعد اجازه بدید خداوند به عنوان پادشاه زندگی شما بر زندگی شما حاکم باشه؟ آمین. بله آمین. بله آمین. هاللویا. خداوند اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح، مطابق اعترافی که خواهرم و برادرم امیر انجام داد، نام عزیزان رو در دفتر حیات خودت ثبت کنی و در نام عیسی مسیح زندگی این عزیزان رو و فرزندان و هر آنچه دارن با خون مسیح خداوند تو کفاره کنی. محل کارشون رو، نیازهاشون رو، و قوت تو و آرامش تو و حکمت تو و خدایا هدیه ای از طرف تو امروز خدا نصیب این عزیزان و دیگر عزیزانی که با دعای من متحد شدن و قلبشون رو به تو دادن ای خدا بشه و تو جلال یابی ای پدر عزیزم. خواهش کنم در نام عیسی مسیح ای پدر با فیضت روح مقدس تو ای خدا در زندگی عزیزان و فرشتگان تو حاکم باشن و تو جلال یابی در نام پدر، پسر، روح القدس در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید.